بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بریالای حقجو، رئیس نهاد مسیر به سوی کامیابی و شفافیت. آقای حقجو، سلام به شما، به برنامه خوش آمدید. خوش باشید. در رابطه با 100,000 افغانی در تنخواهی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ای افزایش مورد انتقاد قرار میفته. میخوایم بدانیم که امتیازاتی که داده میشه به اعضای کمیسیون و با توجه به کارکردی که داشتن واقعا مستحق هستند؟ خب در نخست سلام عرض ادب خدمت شما و همچنان خدمت بیننده های عزیز تلویزیون شما. قسمی که شما هم در جریان هستین، اگر ما با کارکرد کمیسیون که واقعا در انتخابات بر بگردیم یک بررسی داشته باشیم، امروز امتیازی که مد نظر گرفته شده و یا مکافاتی که از طرف حکومت برای اینا پرداخت میشه، اینا باید که در ابتدا همو وضعیت فعلی را که واقعا در کشور ایجاد شده و بحران اقتصادی که است و بحران بیکاری که اوج گرفته و همچنان موضوع کرونا که تمام مردم ما را واقعا به یک طرف کشانیده که امروز اکثریت فامیلا نان خوردن خود ندارند، خوب است که حکومت زیادتر تمرکز به این میکرد که واقعا موضوعاتی که ایجاب میکرد به خاطر حمایت مردم، به خاطر ازی که واقعا اعتماد سازی میشد. حتی ما قرار است که در این نزدیکی ها یک پیشنهاد داشته باشیم به حکومت تا یک اعلامیه که اگر شوه حکومت واقعا از اراکین بلند رتبه حکومت اما فیصدی ماشای از اینا را که بلندترین ماشا را دارن به اون فامیلای بی بضاحت، به اون فامیلایی که واقعا امروز نمیتونن کار کنن، نمیتونن که واقعا از این شغلایی که همه روز دست فروش بودن و در بازار کار میکردن از بابت کرونا اینا ضربه بسیار شدید دیدن، اینا نمیتونن که واقعا یک دستمزد داشته باشن به فامیل خود، اما روزانه که هر چیزی میبردن اونا آماده بسازن، باید کمک صورت بگیره. ولی در این یک وضعیتی که پیشنهادی که صورت گرفته، با تاسف که یک چیز باید اشاره کنم که وجدان ها واقعا در این وضعیت فعلی نمیفهمم که یا وجدانشان زنده نیست، باید اینا درک میکردن، باید اینا نمی وضعیت اینا کمک میکردن. ولی رئیس جمهور کی میگه 90% مردم زیر خط فقر است، در کنار از این دسترخوان ملی را ایجاد میکنه برای کمک، نان خوش کمک کرد و مواردی که مؤثر خواندن نشد، ویروس کرونا هم وضعیت اقتصادی را بد بدتر ساخته. حالا فکر میکنین دلیلی که رئیس جمهور قبول کرده در چی بوده میدونن؟ خب ببینین، همه هایی در بین مردم است که به یک نحو حمایت و یا افراد و اشخاصی که در انتخابات به یک نحو طرف واقع شدن و کار را انجام دادن به یک تیم خاص، به یک تیم مشخصی، امروز این امتیاز دهی در بین مردم سوالات بیشتر ایجاد کرده. حکومت اجاب میکرد که واقعا کارهای دیگه را پیش روی دارند که باید انجام میدادند و همکاری ها و دهد البته اصلاحات انتخاباتی که در تفاهمنامه سیاسی هم تذکر داده شده و همچنان ایجاد یک سیستم درست و در کمیسون و باید روی سیستم کار صورت بگیره و کارکردهای از اینا مورد بررسی باید قرار بگیره از طرف نهادهایی که واقعا در این عرصه کار میکنن. اینا باید هست که کارهایی که در اولویت قرار دارن، بخصوص انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شورای ولسوالی، انتخابات ولایت غزنی که فعلا مو کارکرد از اینا معلوم نیست در این بابت، باید از اینا سوال میشد، باید از اینا بررسی صورت میگرفت از خود کمیسیون که حداقل مردم اما اعتماد از رفته دوباره ایجاد میشد. درست. ما میخوایم بدانیم در اینجا که حالا در مورد اعضای کمیسیون انتقاد وجود داره که اینا باید مجازات میشدن نه مکافات. ببینید کار کرده از اینا واقعا اگه به قرائن بر بگردیم واقعا کاری را کردن که واقعا ضعف مدیریتی بیشتر در کارشان بود، نتونستن انتخابات به مسیر اصلیش که واقعا ما انتظار داشتیم، ملت انتظار داشتن، فرصتی که ایجاد شده بود، اینا از اون فرصت ها استفاده درست نکردن و انتخابات به طرف کشاندن که واقعا ما شما شاهدش بودیم در یک روز دو تعلیف که در تاریخ کشور بی سابقه است. و امروزا هم با موضوعاتی را که ما البته پست میکنیم در صفحه فیسبوک خود، بعضی از همشهریان ما میگن که امتیازی امروز که واقعا به کمیسیون داده شده امکان داره که از
کارکردشان باشه که در یک روز دو تعلیف صورت گرفته. با تأسف که حکومت با همچه موضوعات اساسیت برانگیز توجه نمی کنند. یعنی به خاطر از اینکه در انتخابات افغانستان بدترین انتخاباتی دانسته می شود و به خاطر از اینکه در تاریخ افغانستان ما در یک روز دو تعلیف را داشتیم، این چنین مکافات می شود. همچه موضوعات ما از صفحه فیسبوک خود می گیریم، ولی با تأسف که حکومت موضوعاتی که بسیار حساس است، موضوعاتی که بسیار مهم است، باید تمرکز بیشترش روی از او باشه. بس خصوص ما موضوع صلح را پیش رو داریم، واقعا باید اینا تمرکز بیشتر بالای ازو داشته باشن، بالای اصلاحات داشته باشن. و ما از انتخاباتی که واقعا نتیجه گرفتیم، نتیجهش تفاهم سیاسی است که امروز ما شما شاهدش هستیم. این حکومت فعلی با حکومت قبلی هیچ تفاوتی نداره، فقط در شکلیات فرق داره. درست. چرا تفاوت خیلی زیاد میان امتیازات وجود داره؟ در حالی که یک معلم که درس میده، یک آموزگار که به آینده همه جوانان و نوجوانان در دست اونا هست تلاش میکنن، خانه ندارن، همواره انتقاد میکنن، در کنار از این 5 تا 10 هزار افغانی ماش میگیرن، در حالی که از لک ها افغانی صحابت صورت میگیره که اعضای کمیسیون ماش میگیرن. با تاسف که سیاست در افغانستان واقعا به یک مسیر روان است که مسیر درست نیست. به یک نحوه سیاسیون ما حلقاتی که واقعا همکار هستن بایشان، حلقاتی که واقعا در وقت وظایفشان واقعا همکاری کردن امراشان حمایت میشن، و این حمایت باعث هزی میشه که بی‌اعتمادی را بیشتر بسازه، ملت واقعا به طرف بکشانه که اصلا به همچو پروسه های کلان ملی که پروسه انتخابات از بی‌باور بسازه. ما انتظار ازید است که میسون داشتیم که اینا بین طرحهای خوبی را از درباره انتخابات شورای ولسوالی و شورای ولایتی و همچنان ولایت غزنی داشته باشند، بخصوص تغییر سیستم باید روی ازو کار کنن، این طرحهای خود باید شریک بسازن با نهادهای زیرفته که کار میکنن. ولی با تأسف که حکومت داره امتیازات در وضعیت به افراد و اشخاص واگذار میکنه که بسیار یک وضعیت حساس که وقت وضعیت افغانستان حساس است به خاطر شیوع ویروس کرونا روی اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته، در کنار از این ما کسر بودجه داریم، در کنار از این از فساد گفته میشه و همچنان کم شدن کمک های خارجی که به افغانستان صورت می گرفت. از دید شما چقدر نیاز هست که حکومت توجه دقیق و جدی داشته باشه در اینکه چه امتیازات را بر چه کسان مد نظر می گیره و به چه اندازه باید باشه؟ ببینید، در این شرایط فعلی خواهید نیاز نبود که واقعا اینا پیشنهاد که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ریاست جمهوری ارائه شده بود اینا میپذیرفتند. میشد که اینا پیشنهادی که صورت گرفته بود یک کمیسیون ایجاد میکردن و یک بررسی از کارکرد از اینا میداشت، حداقل با نهادهای ناظر انتخاباتی موضوع شریک ساخته میشد که آیا این پیشنهادی که شده واقعا پیشنهاد منطقی هست، آیا این ملت میپذیره نمیپذیره، و با کس بودجه که ما شما مواجه هستیم و وضعیت اقتصادی داره ما را همه روزه از طریق رسانه ما میشنویم که واقعا وضعیت اقتصادی خوبی ندارم ملت ما، و کشور داره به یک مسیر روان است که با بحران کرونا دست پنجه نرم میکنه و وضعیت مردم واقعا بسیار در وضعیت بسیار پایین آمده. حکومت باید برنامه هایی داشته باشه که به خاطر حمایت مردم بوده باشه، نه ای که با افراد و اشخاصی که در اراکین بلند رتبه حکومت کار میکنن و بخصوص در پروسه های بسیار اساس سیاسی کار میکنن و بسیار اساسیت ها را دامن میزنه. امتیاز دهی به همچو افراد باعث ازی میشه که به اعتمادی را بیشتر بسازه. حالا در چنین مقطع زمانی چه باید شود؟ چقدری میتونه اعتماد مردم را به خود حکومت، به کمیسیون انتخابات صدمه بزنه؟ کمیسیون مستقل انتخابات نمیفهمم که فعلا کارشان روی چی هست، و در وقتی که عملیات انتخابات بودن در اون زمان میشد که اینا پیشنهادات میداشتن، واقعا کارشان بیشتر بود و در اون زمان، یعنی حالا که دیگر انتخابات به پایان رسیده و اینا در خانه های خود به سر میبرن، در زمانی که کارشان بیشتر بود اگر اینا یه اقدام میکردن امکان داشت که مردم قرصر صدا نمیکرد، ولی فعلا که اینا کار مشخصی روی دست ندارن. بخصوص ما پیشتر موضوعات را که اشاره کردم باید اینا طرحهای خود داشته باشند، اما طرحهایی که باعث ازی شود که پروسه های ما را حمایت کنه تا بال اینا روی از اون کار نکردن. اگر هم چون موضوعات داشته باشه خوب تر است. زنده و سلامت باشید.